درود بر همیهنان عزیز و همراهان همیشگی کانال آوای ایران. در بسته خبری امشب با سه موضوع مهم در خدمتتون هستیم. ابتدا درباره توییت خبرنگار سیما که باعث شد مرگ خامنه ای را تایید کند، در ادامه در سالگرد اعدام زنده یاد نوید افکاری فایل صوتی از بیدادگاه او در شیراز منتشر شد که موجی از واکنش ها را در شبکه های مجازی به راه انداخت، و در پایان قبل از هر چیز خوشحال میشیم از اینکه نظرتون رو درباره این تحلیل در قسمت کامنت ها در زیر ویدیو با ما و سایر دنبال کنندگان به اشتراک بگذارید. دعوت میکنم تا انتها با ما همراه باشید. از همراهی و پشتیبانیتون سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. لطفاً پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. با سپاس از همراهی شما. تایید خبر وخامت حال خامنه ای توسط انگلیس. روزنامه اکسپرس انگلستان روز یکشنبه 20 شهریور نوشت گزارش‌هایی از ایران میرسد مبنی بر اینکه خامنه ای به شدت بیمار و در حال مرگ بر اثر سرطان است. یک خلأ قدرت بر جای میگذرد. وی ظاهرا از سرطان پیشرفته رنج میبرد. در چند ماه گذشته پسرش مجتبی خامنه ای که آیت الله نیست و بنابراین از نظر فنی نمیتواند رهبری رژیم را از پدرش به ارث ببرد، به دلیل بیماری پدرش اعطای این عنوان به او تسریع شد. این منبع به نقل از یک کارشناس خاورمیانه انجمن هنری جکسون گفت درگیری ها داخلی بعد از مرگ خامنه‌ای ممکن است به فروپاشی کل رژیم منجر شود. اکسپرس افزود فروپاشی رژیم تأثیر زیادی بر امور بین‌المللی خواهد داشت، زیرا برنامه اتمی آن از زمانی که دونالد ترامپ چند سال پیش آمریکا را از توافق خارج کرد هنوز حل نشده است. همزمانی لغو دیدار علی خامنه‌ای رهبر ایران با نمایندگان مجلس خبرگان و نشر شایعاتی درباره احتمال مرگ او در فضای مجازی بار دیگر موضوع سلامت رهبر سالخورده و بیمار ایران را در کانون توجه ها قرار داد. یکی از عواملی که باعث شده شایعه مرگ خامنه ای پررنگ شود توییت امروز علی رضوانی است. خبرنگار و بازجوی صدا و سیما برای پاسخ به شایعات تصویری آرشیوی از سال 98 را برای خبر دیدار روز گذشته خامنه ای با ورزشکاران منتشر کرده و به شایعات بیشتر دامن زد. علیرضا افشار محافظ پیشین میرحسین موسوی در صفحه توییتر خود نوشت که با گذشت 48 ساعت کماکان شیفت لایه‌های چهارگانه محافظت از خامنه‌ای تغییر نکرده است. او مدعی شده که در اندرونی کاخ مرمر بیت رهبری خبری است که نمی‌خواهند فعلا به بیرون درز کند. موبایل منطقه بیت هم قطع شده. این عضو پیشین تیم محافظت از شخصیت‌ها در ایران با یادآوری روی کار آمدن سریع خامنه‌ای پس از مرگ خمینی هشدار داد چنان آماده باشید که نظام نتواند غافلگیرتان کند و مثل خرداد 68 یک سر خر جدید تحمل کنید. نگذارید حکایت سوریه تکرار شود و بشار به جای حافظ بنشیند. دریغ است که ایران مثل سوریه ویران شود. هاشمزاده حریسی نماینده مجلس خبرگان روز شنبه در خصوص لغو دیدار رهبر جمهوری اسلامی و اعضای مجلس خبرگان رهبری به روزنامه همدلی گفت که این لغو دیدار خلاف دوراهی اخیر در پایان دهمین اجلاس رسمی خود با علی خامنه ای دلیل سیاسی نداشته، اما خواسته شد که وقت ایشان گرفته نشود. رسانه های ایران سه‌شنبه 15 شهریور خبر داده بودند که در پایان نشست خبرگان اعضای این مجلس با خامنه ای دیدار میکنند، اما این دیدار به شکل ناگهانی لغو شد. بر اساس یکی از اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس، یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی خبر میدهد که خامنه ای به سرطان خون مبتلا است و بیش از چند ماه به عمرش باقی نمانده است. روزنامه انگلیسی تلگراف مینویسد که یکی از اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس پیامی است که در تابستان سال 2009 توسط کنسولگری آمریکا در استانبول مخابره شده است. فایل صوتی دردناکی از آخرین دفاعیات نوید افکاری قبل از اعدام. سعید افکاری برادر نوید افکاری کشتیگیر اعدام شده و از معترضان مرداد 1397 دیروز با انتشار یک فایل صوتی در صفحه توییتری خود نوشت بخشی از دادگاه برادرهام به قضاوت مهرداد تهمتن و وحید اسدی که قبلتر نتونسته بودیم منتشر کنیم رو امشب میگذاریم. نوید جونش رو داد تا فساد این سیستم عظیم به نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو روشنتر از قبل کنه و به قول خودش حالا از شما میخوام که ببینید و قضاوت کنید. بذار من از خودم دفاع کنم، بذار که من حقیقت رو روشن کنم. نماینده دادگاه اومده سرش تو گوشیشه، ایشون هم داره کاملا جانبدارانه برخورد میکنه. به من وقت بدید تا حقیقت رو روشن کنم. هر جای حرف به من نامعقول، دروغ، غیر منطقی هست به من قرار یه چیزی به من همش درست هست. تعمیلات زخم شهودی رو حتما فرار کنم. خب نکنه، خلاف قانون عمل کرده. آقا یه مورد بیکار بوده. آقا من جواب بده. خب وقتی عمل کرد اتفاق نیفتاد، من باید بودم. یه تموم شد.
من داخل سهام خودم هستم. چرا هستی؟ بنده من از پول کارگری میدم. این رو جواب بده. از چی میترسید اینو بحث نمی‌کنی؟ سوال من جواب بده. ما بحث نمی‌کنیم. خب چرا بحث نمی‌کنی؟ دلیلش رو من میدم. بودجهش تامین نشد. بودجه نداره. جواب سوال شاخه اون نداره. بودجه من میدم. شما دارید جلو اون نست که 20 سال آول بالا برای دروغ میدید. مگه نمیدید حق داره بعدی الان بذار بفرمایید. من میخوام همه چه قانونی پیش بره. دیگه چی به سری نمی کنه. شنیده بودم که یک فرید یک همچه قانون نبیش. من داره میگه دیگه. مهم. اینه نوید و وحید افکاری سنگری شهریور 1397 چند روز بعد از اعتراضات سراسری مرداد ماه آن سال بازداشت شدند. 3 ماه بعد حبیب افکاری دیگر برادر این خانواده هم بازداشت شد. اکنون سعید افکاری با انتشار توییتی نوشته در این فایل صوتی صدای مهرداد تهمتن قاضی پرونده نوید افکاری و وکیلش وحید اسدی شنیده می شود. موضوع اعدام نوید افکاری حدود چند ساعت بعد از اعدام او به یکی از موضوعات پرمخاطب در توییتر جهانی تبدیل شد. برادران افکاری میگویند در زندان شکنجه شدند که علیه یکدیگر اعتراف کنند، تا جایی که یکی از آنها دو بار دست به خودکشی زده است. آنها خواستار دادرسی مجدد و عادلانه شده بودند. بهینه نامجو مادر برادران افکاری از قوه قضاییه ایران خواسته بود که فقط در یک دادگاه عادلانه دوباره به اتهامات آنها رسیدگی کنند. در پی اعدام ناگهانی نوید افکاری که خبرش را دادگستری استان فارس صبح شنبه 22 شهریور 1399 اعلام کرد، حسن یونسی وکیل خانواده افکاری گفت که دستگاه قضایی برای اجرای حکم آنقدر عجله داشت که محکوم را از آخرین دیدار محروم کرده است. بیشتر وحید افکاری دیگر متهم این پرونده درباره روند رسیدگی به این پرونده و روز دادگاه گفته بود: قاضی به نام مهرداد تهمتن فقط ما را نگاه می‌کرد. من گفتم شهودی دارم که نشان می‌دهد من در زمان قتل جای دیگری بودم و من را 2 سال بی‌گناه در زندان نگه داشتید. وقتی اینها را میگفتم قاضی فقط خندید و تمسخر کرد و پرسید اتهامت را قبول داری یا نه. من میخواستم خبرنگاران و رسانه‌ها در دادگاه باشند، اما قاضی مخالفت میکرد. به گفته خانواده افکاری، اولین اقرار او به قتل 1 ماه پس از بازداشتش بوده و او در این مدت به وکیل دسترسی نداشته و از حق ملاقات محروم بوده است. پیشتر در فایل صوتی که از دادگاه نوید افکاری منتشر شده بود، او سوالات زیادی را درباره ابهامات پرونده‌اش پرسید و خواستهای زیادی برای رفع ابهام مطرح کرد، اما به این خواسته‌ها پاسخی داده نشد. او در جلسه دادگاه بارها از قاضی خواست که بی‌طرف باشد و به او فرصت دفاع بدهد. نوید افکاری گفته بود که در اداره آگاهی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دستش از چندین ناحیه شکسته و از قاضی خواست تا شاهدش را احضار کند، اما قاضی به این خواسته پاسخی نداد. فردی به نام شاهین ناصری گفته بود که در اداره آگاهی شیراز شاهد کتک خوردن نوید افکاری و آسیب دیدگی جدی دست او بوده است. آقای ناصری گفته بود که چند مأمور به شدت با لوله آهنی او را کتک زدند و میگفتند که باید هر آنچه که آنها میگویند را بنویسد. به گفته او مأموران طوری نوید را زدند که جیغ بلندی کشید و از حال رفت. او گفت پس از آنکه در دادگاه جرائم امنیتی آنچه دیده بود را توضیح داد، بازپرس او را تهدید کرده و گفت مأمورها را وادار می‌کند که برای تهمت و افترا از او شکایت کنند. مقاله سایت حکومتی خطاب به رژیم ولی فقیه: جمهوری اسلامی لجنزار شده. ابوالفضل نجیب روزنامه نگار در مقاله منتشر شده در انصاف نیوز نوشته عضو کمیسیون مجلس میگوید که مردم برای تامین هزینه مسکن وسایل منزل خود را میفروشند. مسئول هواپیمایی کشور میگوید که به 500 هواپیمای مسافربری نیاز داریم. این خبر به تلویح و اشاره بر تبعات جانی ناشی از فرسودگی هواپیماهای موجود و به نوعی سلب مسئولیت از تبعات جانی احتمالی تاکید دارد. احمد کریمی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دست باف میگوید آیدی ترکیه از رفو و تعمیر فرش‌های ایرانی 150 میلیون دلار، یعنی 2 برابر کل صادرات فرش ایران است. در نظر داشته باشیم ایران در گذشته از بزرگترین تولید و صادرکنندگان فرش‌های دست باف و ماشینی در جهان بوده. نظرسنجی روزنامه دنیای اقتصاد میگوید 87% از سرمایه‌گذاران ایرانی هیچ تصویر شفافی از سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. همین نظرسنجی از خروج 1/4 سرمایه حداقل 40 سرمایه‌گذار ایرانی از کشور حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد
قیمت هر متر مسکن در تهران به طور ماهیانه 1,000,000 تومان افزایش می‌یابد. رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا می‌گوید که از زمان ظهور کرونا تا اکنون 5,000 پزشک از ایران مهاجرت کردند. به گفته مسئولین، بحران آب و برق نیمی از کشور را تهدید می‌کند. سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به استفاده گوشت گراز در رستوران‌ها ضمن تایید این خبر اما گستردگی آن را تکذیب می‌کند. معاون محیط زیست همچنین استفاده از گوشت الاغ را تایید می‌کند. مقام شورای شهر اهواز می‌گوید تا هفته‌های آینده اموات روی دست مردم خواهند ماند. رئیس اداره دانشگاه شیراز می‌گوید چند سالی است که از نظر علمی افت کرده ای. مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی میگوید بیمارستان‌های دولتی به شدت شلوغ و با کمبود 500,000 تخت روبرو هستیم. مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور خبر از کاهش 50% مصرف گوشت می‌دهد. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی از کاهش مصرف سرانه لبنیات به کمتر از نصف خبر می‌دهد. وضعیت دارو و افزایش قیمت اعلام نشده آن به تهدید علیه بیماران تبدیل شده است. شورای شهر تهران از فرسودگی ناوگان‌ها و زیرساخت اگه حمل و نقل شهری به مصابهه یک نیاز عاجل خبر می‌دهد. اینها بخشی از آمار و ارقام و اظهار نظرهای مسئولان و مدیران خرد و کلان درباره وضعیت اقتصادی و بحران‌های ریز و درشت کشور است. این سیاهی از معضلات می‌تواند به طور روزانه و عطف به سایر بحران‌های ریشه دار از جمله مسکن، هوا، آب، معیشت، بیماری، بیکاری، تورم، فرار مغزها افزوده شود. به نظر می‌رسد به عنوان یک مسئولیت رسانه‌ای و اجتماعی تنها کار ممکن در مواجهه با تهدید اعصاب قلم و رسانه و تصریح و تجمیع و تأکید و اطلاع رسانی اظهارات مدیران ریز و درشت است. به نظر می‌رسد تنها راه علاج و دوگانگی میان پروپاگاندای رسانه‌ای دولت و واقعیت‌هایی که از بدنه مدیران و بعضاً نمایندگان مجلس اطلاع رسانی می‌شود، همانا موظف و ملزم کردن سیستماتیک تمام و کمال مسئولان و مدیران به تمکین در برابر اراده‌ای است که می‌خواهد همه چیز را گل و بلبل نشان دهد.